خب سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رضا هستم از کانال یوتیوب فلکس فیتنس توی این ویدیو اومدیم سری بزنیم به جدیدترین اخبار بدنسازی و از آپدیت افرادی مثل دریک لانسفورد، فیل هیس و جرمی بویندیا صحبت کنیم و همینطورم در مورد این باکسی که دیروز گذاشتم توی چنل یوتیوب و پیش بینی شما رو از قهرمان مستر المپیا 2023 خواستم تا الان بیشتر از 24000 نفر رأی دادن توی این لحظه ای که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و خب نزدیک به 25 هزار تاست و هر لحظه داره تعدادش بیشتر میشه حالا اگر رأی ندادی حتما بیا توی قسمت کامیونیتی چنل یوتیوب ما حالا این قسمت هوم هست ویدیو شورت لایو پادکست پلیلیست و قسمت کامیونیتی شما میتونید اینجا رأی بدید و نظرتون رو بگید تا الان 93 درصد به هادی چوپان رأی دادن جدی تنی رقیب هادی دیرک لانسفورد 5 درصد رأی آورده و سامسون داودا و نیک باکر هر کدوم یک درصد رأی دارم. و خب چیزی که برای من جالب بود تفاوت سلیقه و رأی بود که بین چند های یوتیوب ایرانی و خارجی دیده میشه خب فکر نکنم تا حالا کسی توی ایران این نظر الان گذاشته باشه توی این فاصله و الان تقریبا همه رأی به هادی چوپان دادن اما خب توی چنل های یوتیوب خارجی که من چک کردم حالا تعداد افرادی که رای دادم اونجا کم تره. و جالبه شاید ندونید اما خب چنل یوتیوب ای فلکس فیتنس از خیلی از چنل های بزرگ خارجی که حالا درسته اونا تعداد ساب بیشتری دارن اما چنل ما خیلی پر مخاطب تر هست ویوی ویدیو ها خیلی بیشتر هست و همینطور هم تعداد افرادی که توی نظرسنجی شرکت میکنن حتی اینجا بیشتر و این نشون میده که چقدر ایرانی ها طرفدار پرپا قرص بدنسازی هستن و همینطور که گفتم تعداد نظرسنجی ما افرادی که شرکت میکنن بالاتر هست الان نزدیک به 25 کی نظر ثبت شده ولی خب توی چیزایی که خارجی من دیدم توی نظر خارجی اکثرا به دیرک لانسورد رای دادن چیزی هلوشه بین 55 تا 60 درصد دریک بود هولوش 35 تا 40 درصد هادی چوپان بود و بعدش هم سامسون و نیک واکر مجموعا شاید چیزی بوده 5 درصد رای داشتن حالا جمعش رو ممکن اشتباه گفته باشم ولی تقریبا همین حدودا میشه به هر این بود از خبری که میخواستم کار کنم و قبل از هر چیزی در موردش صحبت کنیم و ببینیم پیش بینی شما چی بوده حالا تو هم توی قسمت کامنت برای من بنویس و استدلالتو بگو که چرا هادی قهرمان میشه چرا دریک قهرمان میشه یا چرا سمسون و نیک قهرمان میشن بریم سرق اخبار بعدی که داریم و از آپدیت بدنی هیس شروع کنیم این ویدیوی جدید و و 44 ساله منتشر کرده چیزی که خیلی نظر منو جلب کرد اینه که هنوزم میشه اون ازولات تریدی و سبودی رو توی بدن فیلهیس دید شاید میشه گفت فیلهیس آخرین فرد از نسل خودش بوده که توی مستر اولمپیا حضور داشته و البته که بازم مثل همیشه وقتی که فیلهیس یک ویدیو از خودش میذاره شایعی بازگشت به استیجش همیشه مطرح میشه ولی خب خیلی بعیده به نظر من به چند دلیل اولین دلیل به خاطر اینکه فیلهیس تمام کارهای لازم و ممکن رو توی زندگی خودش انجام داده توی زندگی ورزشی خودش هر کاری که لازم بوده رو انجام داده هفت تا قهرمانی مثل المپیا به دست آورده چند بار نایب قهرمان شده یکی از بزرگترین بدنسازان تاریخ هست توی اولین مستر اومده سوم شده فیل هیس و صد درصد به نظر من الان بیشتر دنبال بیزینس و همینطور یک استراحت و آرامشه و دومین دلیلی که من نظرم اینه که خیلی بعید فیل هیس برگرده به خاطر اینه که نسل جدید بدن ما الان روی استیج مستر داریم که همشون یک سری پیشرفت های فوق داشتن که خیلی بعیده که فیل هیس بتونه همه اونا رو شکست بده ولی خب البته به نظر من ضعیف ترین بدن فیل الان پتانسیل تاپ سیکس شدن مستر اولمپیا رو داره ولی خب میشه گفت که به نظرم تقریبا غیر ممکنه که دوباره بتونه قهرمان بشه برحال تو هم نظر تو توی قسمت کامنت ها برای من بنویس به نظرت فیل ممکنه برگرده یا نه و اگر برگرده میتونه مقام خوبی به دست بیاره یا نه به این آپدیتی از دیرک لانس فورد و یک آپدیت فوق‌العاده داریم از دیرک لانسفورد البته خب این بیشتر شات هایی هست که با فیلتر نوری و سایه روی تصاویر منتشر شده و این تصویرم که میتونید ببینید در کنار بدن روی استیجش هست دقیقا با همین زاویه و همین فیگور البته که بازم میگم مقایسه درستی نیست چون که نور پردازی متفاوته سایه و ادیت روی تصاویر متفاوته ولی نکته که همه میگن اینه که اگر درک لانسفورد بتونه کاندیشن 100 صد درصدی روی استیج بیاره کارو برای همه خیلی سخت میکنه این ویدیو که الان براتون پلی کردم سمت چپ تصویر بدن سال 2021 که دریک لانسفورد هست که قهرمان مستر المپیا شد و واقعا اینجا کاتش 100 درصد بود چون که یه ویت لیمیت داشتن محدودیت وزنی داشتن توی 212 پوند و دریک لانسفورد با اینکه بدنش پتانسیل پیشرفت و سنگین تر بودن رو داشت مجبور بود که روی 212 پوند یا هولوش 96 کیلوگرم باشه برای همین یک کات فوق العاده در 2021 روی استیج آورد و این بدنی که میبینید قهرمان مستر المپیا شد توی اون دسته ولی خب بدن سال گذشته دریک به خاطر افزایش وزنی که داشت حدودا شاید میشه گفت 10 کیلوگرم دیرک لانسفورد نسبت به 2021 افزایش وزن داشت و با کات 100 درصد دیده نمیشد اون سال سالی که با هادی رقابت کرد یعنی دقیقا 2022 اینجا دیرک ترانسپورت کات 100 درصد رو نداشت چون که افزایش وزن زیادی رو داشت ولی خب من میگم امسال درک ترانسپورت قطعا خطرناکتره چون که بدن اون قطعا به کاندیشنی در سطح وزن جدیدی که داره میرسه ببینید برای مثال بخوام بهتون یه توضیح مختصر و جالب رو بدم هادی چوپان سال گذشته چیزی حدود 4 تا 5 کیلوگرم افزایش وزن داشت و این 4 5 کیلوگرم افزایش وزن باعث شده بود که هادی اون کات همیشگی که سالهای گذشته ازش میدیدی و نداشت ولی امسال اون 4 5 کیلوگرم همچنان پا و هادی افزایش وزن آنچنانی نسبت به سال گذشته نداشته اما تفاوتی که ایجاد میشه اینه که اون 4 5 کیلوگرم اضافه با کیفیت تر و کاتتر میشه و امسال هم دقیقا برای درک لانسفورد همچین اتفاقی رخ میده اگر درک لانسفورد وزن بیشتری نسبت به سال گذشته اضافه نکنه میتونه با کیفیت تر روی استیج بیاد برای مثال اگر سال گذشته دیوک 106 کیلوگرم 110 کیلوگرم کات بود امسال با همون 106 یا 110 روی استیج بیاد میتونه با کات بیشتر و کیفیت بیشتر روی استیج بیاد دقیقا هادی چوپان هم, هم همینطور هادی اگر سال گذشته 105 کیلوگرم روی استیج اومد و قهرمان شد امسال اگر 105 روی استیج بیاد با کیفیت بهتر و با کات بهتر روی استیج میاد و دقیقا همینجاست که مستر اولمپیا رو هیجان انگیز کرده که این دو نفر مدام در حال پیشرفتن و همیشه دارن پیشرفت میکنن و بهترین خودشون روی استیج میان و به نظر من به نظر شخصی من هادی چوپان 100 درصد و هیچ کس نمیتونه بگیره هادی چوپان 100 درصد کاندیشنی داره که هیچ کس توی دنیا حتی نزدیکش هم نیست هرچقدر درک لانس بخواد حجم و بزرگ باشه درک هیچ وقت نمیتونه به کاندیشن و سطح کات بدنی هادی مخصوصا توی فیگورای جلو برسه و حتی اخیرا من میتونم به تو این قول بدم که توی فیگورای پشتم این اختلاف کمتر شده ولی خب سوال بزرگی که وجود داره اینه که به نظر شما آیا درک لانسفورد در حد اندازه هادی چوپان هست یا نه که به نظر من میتونم بگم هنوز که هنوزه نه که اینو ما توی آخرین ویدیوی تمرینی هادی چوپان و دیرک دیدیم ببینید تا قبل از اینکه هادی با دریک تمرین کنه خیلی از شات هایی که دریک لانسفور توی اینستاگرامش منتشر میکرد فکر میکردن که دریک یک قول بیش را خودم و خیلی بزرگ و حجیمه اما خب ما تامین مشترک هادی و درک رو دیدیم این دو نفر در کنار هم تمرین کردن هادی چوپان به جرعت پهتر از دریک دیده میشد ساعدای هادی چوپان خیلی حرف داشت توش و میشد خیلی چیزها رو فهمید از ساعد و اون رگوریشه و کات سایت های هادی چوپان و دریکلانس بود اون سایز عجیب غریبی که ما ازش انتظار داشتیم و واقعا در کنار هادی چوپان نداشت و چیزی هست که اینا بهش میگن قدرت رسانه قدرت تصاویر و رسانه که دریک لانسفورد پشتش هست و ما باید تا روز مثل از هادی حمایت کنیم تا بتونه با بیشترین قدرت و با بهترین بدنش روی استیج بیاد خیلی خب بین سراغ قسمت آخر این ویدیو و اونم آپدیتی داریم از جرمی بوئندیا که قرار هست امسال به استیج مست المپیای 2023 برگرده چند سالی بود که جرمی رو نداشتیم یک سری مشکلات بدنی داشت یک سری مشکلات خانوادگی داشت و میخواست پیش خانوادهش باشه اما امسال بالاخره تصمیم گرفت که جرمی برگرده و به جرعت میتونم بگم که تمام دنیا زیبایی دسته فیزیکو با معیارهای بدنی این شخص یعنی جرمی بوندیا میشناسن توی این آپدیت جدیدی که جرمی منتشر کرده میشه فهمید که اون تونسته به شیپ و زیبایی دوران گذشته خودش برگرده و جرمی واقعا بدنش فوق العاده است ترکیبی از کمر باریک و سینه های به شدت پر و حجم داره شونه های عریض و باز و یکی از بهترین بدنسازهای تاریخ میشه گفت توی دسته فیزیک هست که الان هم رکورددار قهرمانی مستر المپیا توی این دسته است ولی خب بازم این سوال مطرح میشه که با نسل جدید بدنسازان دسته فیزیک آیا جرمی فرصتی برای قهرمانی داره یا نه افرادی داریم توی فیزیک که همه پتانسیل دارن ما برندون هنریکسون رو داریم که خیلی نزدیک به رکورد قهرمانی جرمی ارن بنکس قهرمان مثل المپیا سال گذشته رو داریم کایرون هولدن داریم که دو هفته پیش تونست ارن رو شکست بده و نشون بده که اونم مدعی قهرمانی مثل المپیاس دیگو مونتنگرو رو داریم و چندین بدنساز دسته فیزیک که همه جزء پتانسیل ها هستن ولی خب میشه گفت مهمترین مسئله برای جرمی بوندیا رسیدن به یک کات 100 درصدیه ببینید چون که توی چند سال گذشته ما توی دسته فیزیک به ما اثبات شده که اون کات 100 درصدیه که قهرمان مشخص میکنه یعنی داورا توی دسته فیزیک به یک سری جزئیات ریز دقت میکنن و میبینن که اون جزئیات چه تغییراتی رو داره و چه کسی توی اون جزئیات بهتر هست و اونجاست که قهرمان مشخص میشه تفاوتی که دسته فیزیک داره اینه که خب معیارهای دسته فیزیک فقط بالاتنه هست حالا تنه خیلی چیزی به حساب نمیاد برای همین خیلی ریستر و تر هست حالا برای مثال ما تو دسته اوپن باید سیمتری یا همون تقارن رو در نظر بگیریم بالاتنه به تنه بخوره پایینتن حالا جزئیات داشته باشه کات با سن، کات پشت پا کات چهار سر پا حجم چهار پا و کلی معیار اضافه تر میشه برای همین انتخاب قهرمان میشه گفت یک مقدار تر و تمایز دادن دوتا قهرمان خیلی تره اما دسته فیزیک از اونجایی که میارها کمتر میشه خیلی بیشتر به جزئیات دقت میشه برای مثال جزئیات کریسمسی پشت پهنای زیر بغل دیتیل و جزئیات عضلات پشت پهنای سرشانه سایز بازوها شکل سینه موربی شکم اون غزالات سیکس بک و تمام این میار که قهرمان رو توی دسته فیزیک مشخص میکنه و یک رقابت هیجان انگیز رو رقم میزنه و به شدت داوری دسته فیزیک سخته میتونم بگم که میتونم بگم که حتی داوری دسته فیزیک از دسته اوپن بادی بیلدینگ 212 و حتی کلاسیک فیزیک هم سختتر باشه به هر این بود از این ویدیو امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید توی این چند روز من ویدیو رو به صورت بداهه ضبط کردم و خب یک موضوع مشخص کردم و در موردش بدای صحبت کردم امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید لایک و کامنت یادتون نره برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و این کامنت هم برای من بذارید و در آخرم میگم که شما هم نظرتون توی قسمت کامنت ها بنویسید اگر طرفدار دسته فیزیک مثل المپیا هستید قهرمان برای من پیش بینی کن مرسی از همه شما Now the is, are you 3D? I got you.